سلام، بیایید درس 11 صنف ابتدایی الستراتور را شروع کنیم. در ادامه صنف قبلی بیایید سبد میوه رسم شده را ردیابی کنیم. دفعه قبل ما یک نارنج، شفتالو و سیب کشیدیم. امروز میوه های بزرگتری را در قسمت پشت سر رسم می کنیم که جزئیاتشان بیشتر است. در ابتدا ما تربوز را می کشیم. قسمت مرکزی تربوز را در ذهن خود تصور کنید. و الیپس طول را تا جایی که می توانید در وسط قرار دهید. دکمه آلت را فشار دهید تا دایره ای از مرکز بزرگ شود. اگر می خواهید یک دایره کامل رسم کنید، هنگام رسم کردن کلید شفت را فشار دهید. فل کالر را نن و استرو کالر را سرخ کنید. بیایید ساقه و چراغ‌های منعکس شده را بکشیم. اگر چیزی را دوست ندارید، کنترل زد را فشار دهید تا مرحله را واگرد کنید و دوباره امتحان کنید. فعلا باید الگوها را بالای تربوز بکشیم. شما می توانید الگوها را تک به تک رسم کنید یا از برس برای انجام آن استفاده کنید. بیایید هر دو روش را امتحان کنیم. برای مناطقی که نمی توانید ببینید، از تخیل خود استفاده کنید.
فعلا استرو کالر را به فل کالر تغییر دهید. سپس رنگ ها را به چیز متناسب با تربوز تغییر دهید. رنگ پس زمینه تربوز را تنظیم کنید. بیایید ساقه، نورهای منعکس شده و الگوها را روی تربوز قرار دهیم. فعلا کوشش میکنیم که الگوهای خارجی را روی تربوز رسم کنیم. با فشردن کلید Alt الگوی موجود را کپی کنید. سپس آن را بچرخانید. و از پد فندر تول که قبلا یاد گرفتیم استفاده کنید. در ابتدا الگو را انتخاب کنید و همزمان بالای دایره کلیک کنید. ما از دکمه شفت برای انتخاب موارد مختلف استفاده می کنیم. دکمه شفت را فشار دهید و روی دایره کلیک کنید. سپس بالای گزینه اول دیوایت یعنی تقسیم در پد فندر کلیک کنید. آن را انگروپ کنید و یا از گروه بکشید. قسمت هایی را که نیاز نداریم حذف کنید. دایره سبز را به پشت سر برگردانید. Arrange but send to back یعنی ارسال به عقب. تمام قسمت های تربوز را انتخاب کنید و Ctrl G. تربوز خلاص شده را کنار بگذارید. این بار ما خربزه را در پشت می کشیم.
قسمت مرکزی خربوزه را در ذهن خود تصور کنید و با فشار دادن Alt Shift دایره را با Ellipse Tool رسم کنید. لازم نیست کاملا یکسان به نظر برسد، فقط آن را شبیه همدیگر بسازید. سپس ساقه را ردیابی کنید. وقتی در حال طراحی یک شکل ساده هستیم، می توانیم از ابزارهای شکل استفاده کنیم. Shape Tools اما برای اشکال پیچیده از Pen Tool استفاده کنید. بیایید الگوهای خربوزه را انجام دهید. می توانیم ردیابی کنیم، اما به خاطر که ما از این روش برای تربوز استفاده کردیم، بیایید کوشش کنیم که با برس انجام دهیم. بر روی برش یعنی برس کلیک کنید. سپس Open Brush Library را در پنجره آپشن کلیک کنید. سپس هر شکل را که می خواهید بیرون کنید. ضخامت استروک را تنظیم کنید و شروع کنید به رسم کردن.
در ابتدا ساقه را به فل کالر تغییر دهید و رنگ آن را نیز تغییر دهید. ردیابی آسان نیست ها؟ اما هرچی بیشتر تمرین کنید سریعتر و پرسرعتر خواهید شد. هر چیز را انتخاب کنید و در کنار بگذارید. همان طور که دیدیم رنگ پس زمینه خربزه را به یک رنگ خربزه روشن تغییر دهید. سپس دوباره همه چیز را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن کلید شفت قسمت هایی را که بخشی از الگوهای خربزه است خارج کنید. الگوی خربزه را با استفاده از کنترل جی گروه بندی کنید. آنها را دقیقا مانند رنگ پس زمینه به سفید تغییر دهید. دوباره گزینه های برش را تنظیم کنید و ضخامت را نیز تغییر بدهید. در حالی که کلید آلت را نگه داشته اید، آن را کپی کنید. سپس رنگ را به خاکستری تغییر دهید. دوباره خطهای سفید را انتخاب کنید. Arrange یعنی ترتیب، Bring to front یعنی به پیش روی بیاورید، آنها را تنظیم کنید تا خوب به نظر برسد. اگر فکر می کنید این خط سفید خیلی قوی است، بهتر است یک رنگ خیلی روشن به آن بدهید. سپس خربزه تمام شده را دوباره توسط کنترل جی گروه بندی کنید. امروز ما ردیابی خربزه و تربوز را تمرین کردیم. در صنف آخر ما میوه ها و سبد های باقی مانده را تمام می کنیم و همه چیز را کنار هم قرار می دهیم. رسامی با پنتول می تواند بسیار مشکل و خسته کننده باشد، اما به خاطر که این یک روند اساسی در صنف ابتدایی است، بیایید این کار را ادامه دهیم. تشکر.